بهنام دارایی‌زاده خبرنگار رادیو زمانه از تورنتو ما رو همراهی می‌کنند. دست نوشته یه سه زندانی محکوم به اعدام که برش نوشته شده نگذارید ما رو بکشن، جمله بسیار تکان دهنده ای هست و این سوال رو واقعا برای خیلی ها پیش آورده که چطور میشه جلوی این روند اعدام ها رو گرفت در جمهوری اسلامی. ببینید، آنچه که مشخص هستش اینه که اجازه بدید من با یک واقعیت عینی تجربه شده شروع بکنم پاسخ شما رو بدم. آنچه که در این روزها و شبها بر متهمین محکوم به اعدام، نه فقط این افرادی که در زندان ها هستن، در سلول های انفرادی نگه داشته میشن و هر لحظه خودشون رو تصور میکنن پای چوب اعدام، بلکه بر خانواده هاشون، عزیزانشون میگذره، مستاق بارز شکنجه هستش و تحمیل یک مجازات اضافه هستش بر متهمین و همینطور بر خانواده هاشون. از این مسئله که بگذریم، واقعیت اینه که اگر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، من به پرسش شما پاسخ میدم، اگر دستگاه جمهوری اسلامی مستعد هستش که مدارکی وجود داره، باید با پذیرش اعاده دادرسی بعد دادگاه ما علنی برگزار کنه و شواهد خودش رو معرفی بکنه و در از اون بر متهمین بتونن به وکیل دادگستری انتخابی خودشون دسترسی داشته باشن و بعد حداقل های حقوق متهم برخوردار باشن و در یک محاکمه شفاف و علنی پرونده رسیدگی بشه. ما شاهد همچین پروسه رسیدگی نه در این پرونده، در سایر پرونده های دیگه در جریان جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در واقع اجرا شدهش، در واقع شاهدش بودیم، ما شاهد همچین پرونده ای نیستید. اما آنچه که به پرسش شما برمیگرده، آنچه که ما در این مقطع میتونیم امید داشته باشیم این هستش که با فشارهای بین المللی و با اتفاقاتی که در همین شب گذشته در اصفهان شاهدش بودیم، در شهرهای دیگه کشور فشار برگذاشته بشه بر جمهوری اسلامی برای توقف احکام اعدام. خبرگزاری میزان در واقع شب گذشته خبری منتشر کردش که اساسا قرار نیست چه این احکام اجرا بشه و خوشبختانه تا حالا هم که خبر حکم اجرا بیرون نیومده. انتظار میره با تداوم این فشارها احکام اعدام بتونه حداقل معلق بشه. ببینید، گزارش متعددی هستش که از ابتدای شروع سال میلادی، یعنی در ظرف 4 ماه خورده‌ای گذشته دستگاه قضایی جمهوری 200 نفر رو اعدام کرده. در سال گذشته 576 نفر رو سازمان عفو بین‌الملل تونسته راستی آزمایی کنه که اعدام شدن. با ادامه این روند میشه انتظار داشتش که در پایان سال روند اعدام ها به بالای 600-700 نفر برسه و این واقعا جای نگرانی هستش اگر نشه اراده در واقع سازمان یافته ای پیش برد برای جلوگیری جلوش گرفت برای مصر بودنش برای صدور حکم اجرا اعدام. آقای دارایی‌زاده، اگه بتونید خیلی کوتاه برامون توصیه بدید که نقش فعالان مدنی در اینجا چی میتونه باشه برای اینکه فشار بیارن بر جواب بین الملل؟ ببینید، واقعیتش اینه که ما با یک جامعه مدنی ضعیفی مواجه هستیم. جامعه مدنی ایران اونقدر قدرتی نداره که بتونه این سه، ولی با این وجود شما میبینید که کنشگرانی به طور فعال به عنوان افرادی هستن که شبکه‌هایی تشکیل میدن، در همین شبها در زندانها در صدای زندانیا به گوش میرسونن، نه تنها در استان، در سایر شهرها هم هستش. همین دیروز ما میبینیم که خبرهای اومده از زندان تبریز و سایر شهرها. این هسته های مقاومت هستش که میتونه شاید بتونه شبکه سازی بکنه برای اینکه در شبهایی بمانند شبهایی که دیشب شاید در اصفهان شاهدش بودیم، بتونه جلوی اجرای این احکام بگیره. ممنون از شما بهنام دارایی‌زاده خبرنگار رادیو زمانه از تورنتو ما رو همراهی کردید.